سلام بچه‌ها، من مازیارم، اینجا کانال ماستریمه. امروز دوباره اومدیم باهاتون یه آنباکس دیگه داشته باشیم از یه لوازم جانبی و یه تجهیزات گیمینگ دیگه. یه سی پی یو که تازه معرفی شده، تقریبا یکی دو ماه اومده تو بازار، کوراینای نسل 11900K رو امروز اومدیم با هم آنباکس کنیم و یه سری توضیحات بهتون بدم راجبش. ولی خب همین اول ویدیو بهتون بگم این ویدیو اصلا قرار نیست خیلی اعداد و ارقام تو ذهن شما بیاره و خیلی چیزای حرفه‌ای بهتون بگه. تجربه من در رابطه با استفاده از سی پی یو قبلیم که کورای 7 نسل 10 بود و این سی پی یو جدیدم که کورای 9 نسل 11 هست، میخوام فقط بهتون بگم دلیل این که من چرا این سی پی رو انتخاب کردم، چرا سی پی یو قبلیه رو عوض کردم، مثلا این وسط چه مشکلایی پیش اومده واسهتون توضیح بدم. اگه دنبال جمع کردن یه سیستم گیمینگ و یا حتی یه سیستم واسه کارتون هستین، حتما این ویدیو رو نگاه بکنید که خیلی بهتون کمک میکنه. اگه هنوزم تا الان تو کانال من سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب کوچیک رو بزنید، دلگرمی خیلی بزرگ بهم میده. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به دوستاتون نشونش بدید. اگه میخواید بیشتر راجع به این سیپی خفن بدونین، بریم که داشته باشید. خب بچه ها، اول از اینجا قصه میخوام شروع کنم که چرا من خودم سیپی رو عوض کردم. خب اون سیپی قبلی هم که خب آنباکسش هم گذاشتم، میتونید برید ببینین، کورای 7 نسل 10 بود و خب من اونو خریده بودم، در من 6 هفته باش کار کرده بودم. ولی خب شاید این سوال واسهتون پیش بیاد که چرا عوضش کردم. دوستم از تجربه هم استفاده کنید. اولین قضیه این که بچه، شاید شما یه اصطلاحی رو توی کامپیوتر شنیده باشید به اسم باتلنک. خب این اصطلاح که خیلی هم منو اذیت کرد تو این چند وقت، موضوعش اینه که شما یک بخش از سیستمتون از سایر بخشاش ضعیف‌تره و باعث میشه اون بخشایی که قوی‌ان نتونن به حد اکثر کارایشون برسن. حالا به شخصه برای من چجوری بود؟ من یه کارت گرافیک، خب شما میدونید کارت گرافیک 2080 تایتان 11 گیگ دارم. خب یکی از قولای گرافیک الان تقریبا هنوز میشه به حسابش آورد، حتی بعد از اینکه حالا 3070 3080 و 3090 اومدن که اونم آنباکسش رو گذاشتم، میتونید حتما برید ببینید. خب من این تقریبا 7 ماه 8 ماه با این کارت گرافیک کار کردم و خب بازخوردی ازش میگرفتم که تو بررسی هایی که داشتم، تو تحقیقاتی که کرده بودم، فکر نمیکردم مثلا تو یه سری از بازی ها FPS رو نتونه خیلی خوب به من بده. مثلا برای خود من، تجربه شخصی من تو کال آف دیوتی، تو رینبو سیکس سیج و توی پابجی پی سی که پلی میدادم، خب اون چیزی که اون آماری که من از سایت ها گرفته بودم همیشه FPS بالاتری رو نسبت به سیستم من نشون میداد و این یه جرقه زد که ببینم اصلا چه خبره، مشکل از کجاست. و به این نتیجه رسیدم که سیستم من هم بچه دچار همین باتل نک شده و سی پی یو من نمیذاشت کارت گرافیک من به حد اکثر توانش برسه. یعنی حالا پردازش سی پی یو من به قدری قوی نبود که کارت گرافیک من رو بتونه ساپورت کنه و اون حجم از به قول معروف رندر و اون حجم از رزولوشن رو نمیتونست پردازش بکنه. و به اینجا رسیدیم بچه ها. امیدوارم همتون قبل از اینکه بخواین حالا این سیستم رو تهیه کنین، من که خیلی تحقیق کرده بودم، یعنی خیلی خودم هم سرچ کرده بودم و چند تا دوستان پرسیدم، ولی باز به این مشکل خوردم. شما حتما اینو در نظر داشته باشین، اگه میخواین سیستم گیمینگ جمع کنین، حتما قطعاتی رو که دارید با هم میخرین اینا با هم همخونی داشته باشن. و یعنی شما یه قطعه رو ضعیف‌تر از بقیه قطعه، شاید ما خود گیمرها خیلی فکر میکنن که فقط کارت گرافیک مهمه، برم کارت گرافیک خوب بخرم بقیه سیستم هم حالا هر چیشو جمع کنم، ولی این دقیقا شروع اشتباه است و شروع جایی که شما باید دو تا هزینه بکنید. یعنی به جای اینکه خیلی معقول همون اول هزینه کنید، یه هزینه اضافه رو دوشتون گذاشته بشه. و اگه امیدوارم اگه حالا سوالی دارید راجع به این قضیه و یا تجربه دارید، حتما تو کامنت ها واسه من بنویسید، امیدوارم بتونم بهتون کمک بکنم. خب از تجربه شخصی من که بگذاریم بچه ها، یه توضیحات کوچیکی میخوام در رابطه با این سی پی یو بهتون بدم. اولا اینکه خب شما میدونید سی پی یو های اینتل مدل های مختلفی داره. سی پی یو که من تهیه کردم کورای 9 نسل 11900K هست. خب همونجور که شما میدونید اینتل یه سری
حروف یا پسوندهایی بعد به قول معروف اسم یا اسامی سی پی یو ساخته شده توسط شرکت خودش میذاره که حالا معنی های مختلف میدن. چهار مدل پسوند دارن. یه دونه خب هیچ پسوندی پشتش نداره، فقط سریال خود سی پی یو هست. یه دونه پسوند کی هست، مثل همین که من دارم 11900 کی. این نشون میده که این سی پی یو هم قابلیت اوورکلاکینگ داره و گرافیک آنبورد هم داره. سی پی یو سری اف سی پی یو هستن که قابلیت اوورکلاکینگ ندارن و سی پی یو سری کی اف سی پی یو هستن که قابلیت اوورکلاکینگ دارند ولی اون گرافیک آنبورد رو ندارن. خب همونطور که بهتون گفتم و همونطور که شاید بدونید، کاملترین سی پی یو از نظر اینتل سی پی یو سری کی اش هست که خب هم قیمت بالاتری داره و هم قابلیت های بیشتری داره. خب این سی پی یو که من دارم 11900 مدل کی هست، همونطور که بهتون گفتم قابلیت اوورکلاکینگ داره. در حالت عادی 3.5 گیگاهرتز قابلیت پردازششه یا سرعت پردازششه، ولی وقتی به اوورکلاکینگ میرسه قابلیت بوست شدن تا سرعت 5.3 گیگاهرتز هم داره. که خب شما میدونید بچا اگه خیلی قراره کارهای سنگین با سیستمتون بکنید و اوورکلاک کردن با سیستمتون رو بلدین، باید برید حتما سراغ خرید این سی پی یو ها. و اینکه چند تا چیز مهم اگه میخواید سی پی یو سری کی بخرید، اولا اینکه شما باید یه مادربرد خیلی خوب داشته باشید که واسه اوورکلاک شدن طراحی شده باشه. حالا مادربردی که من دارم Z490 یا هم ماکسیموس هیرو 12 است، حالا براتون میذارم لینک آنباکسش رو میتونید برید ببینید. اگه مادربردی دارید که قابلیت اوورکلاکینگ نداره خب قطعا نباید برید دنبال خرید این سی پی یو. دو، شما باید یه سی پی یو کولر خیلی خوب داشته باشین بچه‌ها. اگه سی پی یو کولر خوبی نداشته باشین یا اگه خنک کننده خوبی نداشته باشین برای این سی پی یو، اولا که عمرش خیلی زود کوتاه میشه، یعنی وسان، یعنی اینکه این سی پی یو خیلی زود داغ میکنه وقتی قرار باشه اوورکلاک بشه، خیلی زود داغ میکنه و ممکنه اصلا سیستمتون رو خاموش بکنه. و سومین مورد، شما باید یه پاور خیلی قدرتمند داشته باشین، یعنی پاورهای ضعیف شب پاور بستگی به اون سیستمتون داره، البته نمیشه خیلی جزئی گفت ولی من خودم برای سیستمم یه پاور 10000 گذاشتم که خب قطعا جوابگوی این سی پی یو هست. پس این سه تا چیز رو شما حتما در نظر داشته باشین اگه میخواین سی پی یو های سری کی اینتر رو بخرید. و اگه خب جزء دست افرادی هستین که نه خیلی واسه تو مهم نیست اوورکلاک کردن، یا اگه گرافیک خوبی دارین و گرافیک آنبوردش خیلی به دردتون نمیخوره، میتونین سری اف رو بخرین. و اگه کاور خیلی عادی هستین، سری کی اف یا حتی اون سری بدون نامش به قول معروف رو میتونین اونا رو تهیه بکنید. این کلیت نامگذاری سی پی یو اینتل بود. و خب بچه این سی پی یو از پایه LGA 1200 پشتیبانی میکنه، یعنی شما اگه مادربردتون LGA 1200 ساپورت میکنه باید این سی پی یو رو بخرین. و کلیتش همینه، خیلی چیز خاصی نداره، فقط این نکته میمونه که در نظر داشته باشین این سی پی یو با قیمت ارز امروز تقریبا یه چیزی هلوهوش 15 میلیون تومان قیمتشه. و بچه اگه مطمئنید میتونید از 100% ظرفیتش پتانسیلش استفاده کنید به سمت خریدش. من خودم به شخصه بچه بهتون گفتم مشکلم چی بود که این سی پی رو خریدم و خدا رو شکر که حل شد، یعنی با خرید این سی پی مشکل اف پی اس بازی های من حل شد. الان من خب قبلا توی رینبو سیکس یا همو سیج ماکسیموم میتونستم فکر کنم 300 اف پی اس بگیرم، یعنی یه جای دیگه قفل میکرد، بیشتر از اون اجازه نمیداد، در صورتی که من خونده بودم اینو تا ماکسیموم اف پی اسش یعنی 420 من میتونم ببرم. و خب تو خیلی بازی این اتفاق واسه من میفتاد که الان این مشکل من حل شد. یه چیزی هم یادتون باشه بچه ها، این سی پی یو تقریبا میشه گفت بهترین سی پی یو حال حاضر بازاره، با رقیبش که همون شرکت ریزن هست و خب سی پی یو رده بالاش، یعنی سی پی یو گیمینگ رده بالاش که ریزن 7 5800X هست، وقتی با هم مقایسه کردن
عمل کردش تقریبا چه توی تک هسته چه توی تمام هسته فعال خیلی بهتر از رقیبش بوده و اینکه نسبت به نسل قبلی خودش که 9900 کی هم بوده تقریبا 20% میگن افزایش سرعت و بازدهی داشته. حالا اگه میخواین بدونید تو دل بسته‌بندیش چقدر بوده مثل همیشه و اینکه ببینید چه شکل شمالی داره این جعبه عجیب غریب و خیلی خوشگلش، با من در ادامه این ویدیو همراه باشین. میخوایم بریم آنباکسش کنیم، بریم که داشته باشیم. خب بچه ها با هم آماکسش کردیم، دیدیم داخل بسته‌بندیش چه چیزایی قرار داره و خب کلیتش که خیلی چیز خاصی نبود، خود CPU بود و اینکه بیشتر بچه ها هدف من از ساخت این ویدیو برای اون دوستانیه که مثل من دنبال جمع کردن یه سیستم گیمینگن. خیلی حواستون رو جمع کنید بچه ها، قبل از اسمبل سیستم گیمینگ یا قبل از خرید سیستم گیمینگ حتما با یه کارشناس خوب در این رابطه مشورت کنید که سی پی یوتون سوکتش به مادربرد بخوره، اون مادربرد توانایی اوورکلاک داشته باشه. اگر سی پی یو مثل سی پی یو من سری کی میگیرید حتما برای فن سی پی یوش باید یه فکر خوب بکنید. و اینکه اگر در آخر کلام اگر جزء یوزرهای معمولی هستین و حتی گیمرهایی که بچه کارت گرافیکای خیلی گردن کلفت خیلی قوی ندارین، سی پی یو شاید لازمتون نشه، میتونید سی پی یو های رده پایین‌تر یا حتی سی پی یو های سری F، سی پی یو های حالا نسل 10 تهیه کنید، کارتون رو کامل انجام میده بچه. چون من خودم خیلی از سیستمم کار میکشم، همه ادیتور تو پریمیر خودم میزنم، توی فتوشاپ خیلی کارهای سنگین انجام میدم، توی پریمیر هم همینطور و دوستم گیمم تو بالاترین سطحش اجرا بکنم تونستم این سی پی یو بگیرم. امیدوارم مثل همیشه تک تک شما اگه اینو دوستت که یه سیستم گیمینگ خوب داشته باشید خیلی زود بهش برسید و از ته قلبم امیدوارم بچه‌ها دونه دونتون بهترین تجهیزات گیمینگ رو بخرید، مثل همیشه بهترین سیستم گیمینگ رو داشته باشین و بتونین خیلی لذت ببرین از سیستم گیمینگتون. اگه راجع به این سی پی یو یا در رابطه با حالا تجربیاتی که در رابطه با خرید سی پی یوتون مشکلاتی مثل من دارید بیاید تو کامنت بنویسین، خیلی به من بچه انرژی میده کامنت هایی که میذارین، دونه دونه لایک هایی که میکنید واقعا به من انرژی ده. ممنون از تمام اون رفقایی که تا امروز منو حمایت کردن و تمام اون دوستانی که سابسکرایب کردن. اگه تا الان هم تو کانال من سابسکرایب نکردید یه سابسکرایب کوچیک بکنید که کلی سورپرایز خوب براتون دارم، کلی ویدیوهای با کیفیت میخوام براتون آماده کنم و حالا خیلی ما با هم کار داریم، هنوز تازه اول راهیم. دمتون گرم، مثل همیشه خیلی دوستتون دارم، شب و روزتون بخیر، خدا.